25 نماینده پارلمان اقلیم کردستان عراق از تمامی فراکسیون‌های این پارلمان برای آزادی 7 گروگان اشرفی و تأمین حفاظت لیبرتی فراخوان دادند و از دولت آمریکا و سازمان ملل خواستند مالکی را وادار سازند گروگان‌ها را آزاد کنند. در دومین مرحله از کارزار حقوق پناهندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق و همزمان با کارزار بین المللی 25 نماینده پارلمان اقلیم کردستان از کلیه فراکسیون‌های این پارلمان شامل فراکسیون‌های پارتی، یکتی، جنبش تغییر، کلدانی، ترکمن و اتحاد اسلامی به صف حمایت کنندگان از این کمپین پیوستند. نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان با اتکا به ارزش‌های انسانی و حقوق بشری از خواسته مشروع اعتصاب غذا کنندگان لیبرتی که در شروع سومین ماه اعتصاب غذایشان در وضعیت جسمی وخیمی به سر می‌برند حمایت می‌کنند و با پشتیبانی از خواست اعتصابی‌ها مبنی بر آزادی 7 گروگان اشرفی از دولت آمریکا و سازمان ملل می‌خواهند مالکی را وادار سازند تا 7 گروگان اشرف را فوراً آزاد کند و نسبت به استقرار نیروهای سازمان ملل در کمپ لیبرتی به منظور حفاظت از جان ساکنان اقدام نمایند. لازم به ذکر است در مرحله نخست این کمپین که نتایج آن روز 14 اکتبر اعلام گردید 37 سازمان و شخصیت برجسته سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان عراق خواستار آزادی 7 تن از ساکنان روبوده شده اشرف گردیدند. پارلمانترهای امضا کننده: 1. آشتی عزیز صالح، 2. بکر کریم محمد صالح، 3. حسن احمد کوچری، 4. پروین عبدالرحمن عبدالله، 5. عبدالکریم عبدالقادر، 6. جمال طاهر ابراهیم، 7. حمدیه معروف احمد طاها، 8. دانا سعید صوفی، 9. سائر عبدالاحد اوغستین، 10. سرور عبدالرحمن عمر، 11. سمیره عبدالله اسماعیل، 12. شلیر محمد نجیب، 13. عبدالرحمن حسین ابوبکر، 14. عبدالسلام مصطفی صدیق، 15. عبدالقادر اکرم بازرگان، 16. عزیمه نجم الدین حسن، 17. عمر عبدالعزیز بهاءالدین، 18. محمد موسی مصطفی، 19. محمد سعید محمد علی، 20. ناسک توفیق عبدالکریم، 21. نریمان عبدالله قادر، 22. نسرین جمال مصطفی، 23. حاجه سلیمان مصطفی مظهر، 24. یاووز خورشید عثمان، 25. یشار نجم الدین نور الدین.